پس از تعیین تاریخ برگزاری انتخابات، حالا نوبت برای تصویب قانون انتخابات است. کمیسیون مستقل انتخابات از مجلس نمایندگان میخواد تا تصویب این قانون را بدرازا نکشاند. اما طرح قانون انتخابات هنوز به مجلس برای تصویب فرستاده نشده است. و نمایندگان مجلس میگن که اگر طرح قانون انتخابات به زودی از سوی حکومت به مجلس فرستاده نشود، پیشنویسی را که اعضای مجلس آماده کردند و این پیشنویس زیر بررسی کمیته رئیسان مجلس قرار دارد، تصویب خواهد کرد. چرا طرح قانون انتخابات تا هنوز به مجلس فرستاده نشده است؟ در کنکاش امشب به این موضوع میپردازیم، اما در نخست گزارش از همکار. با دنبال نگرانی ها درباره چگونگی برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه آینده رئیس جمهوری در کشور، این بار شماره از اعضای شورای ملی از تأخیر در فرستادن طرح قانون انتخابات حکومت را سخت انتقاد می کنند. این نمایندگان و سناتوران می گویند که هر گونه تأخیر در انجام این کار تصویب این قانون را مشکل می سازد. پیشنهاد به حکومت می کنیم تا اینکه قانون هر چیز زودتر روان کنند، تا مو میاد تعیین شده قانونی که بین مجلسین شورای ملی قانون بحث می شود و تصویب می شود. البته طبعا ما فشارهای خود وارد می کنیم تا اینکه قانون زودتر بیاید. در همین حال بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان می گوید که مجلس صلاحیت دارد تا یک زمان مشخص را برای فرستادن این طرح به حکومت تعیین کند. اگر حکومت در این زمان این طرح را به مجلس نفرستاد، آن وقت مجلس نمایندگان بر بنیاد قانون اساسی حق دارد تا پیشنویس خودش را تصویب کند. طرحهای خودشان طرحهای بدیلی را بحث بکنن و او را تصویب بکنن که باز عین شکل قانون داره، تنها قانون از حکومت نمیره به قول سیجرگه، خود نماینده ها میتوانن یک قانون پیشنهاد کنن، تصویب کنن و او را قانون بسازن ازش. بنان من فکر میکنم این یک تشویش بسیار جدی نخواهد بود. گفته میشود که طرح این قانون در حال حاضر در دبیرخانه شورای وزیران است. خواستم که در این باره نظر دبیرخانه شورای وزیران را نیز داشته باشیم، اما سخنگوی دبیرخانه شورای وزیران به تماس‌های پیام تلفنی ما پاسخ نداد. با این همه هنوز هم قانون تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات در مجلس سنا زیر بررسی قرار دارد. نگرانی‌های بسیار جدی در پیوند با تصویب و توشیح نشدن این قانون از سوی مجلس سنا و رئیس جمهور کرزی وجود دارند، زیرا رئیس جمهور کرزی عضویت دو خارجی را در کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی نپذیرفته است. سلام و وقت بخیر به کنکاش امشب، خوش آمدید. مهمانان ما در این بس آقایان شاه محمود مل، عضو بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، موین مرستیال، معاون حزب حق و عدالت و خانم شاه گل رضایی، عضو مجلس نمایندگان افغانستان هستند. مهمان عزیز، بسیار داد، خوش آمدید. خانم رضایی، با شما آغاز میکنیم. فکر میکنید که چرا تا حال طرح قانون انتخابات به مجلس فرستاده نشده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و همکاران محترم در بحث فعلی و بیننده های محترم تلویزیون تولو نیوز، ما فکر می‌کنم دلایل مختلف وجود دارد که قانون به درازا کشیده شده. بحث اول اینه که متاسفانه در ادارات دولتی افغانستان رواج افتاده که هر موضوع تا فرصت زمانی محدود برش باقی نمانده زیادتر جدی گرفته نمیشه. بحث انتخابات و قانون انتخابات هم از اونجایی که یک مقدار فرصت زمانی باقی مانده بوده بنابراین جدی گرفته نشده. بحث دومیه که همواره یکی از مسائلی که همواره حکومت در نظر گرفته ایه که مسائل مهم را زمان به پارلمان افغانستان میفرسته که مدت زمان باقی مانده به خاطر تصویب کم باشد تا تحت فشار زمانی، تحت فشار افکار عمومی پارلمان افغانستان به تصویب آنچه که در مجموع حکومت افغانستان میخواهند مبادرت بورزه. من فکر می‌کنم مهمترین دلیل در شرایط فعلی همی بوده میتونه که هرگاه قانون انتخابات، چون همگی آشنا هستند که اگر قانون انتخابات هر قدر نزدیکتر به انتخابات رئیس جمهوری ریاست جمهوری افغانستان باشه، به همون میزان سیاسی شدن پروسه بحث در روی قانون انتخابات و اختلاف ها میان اعضای مجلس نمایندگان بیشتر خواهد شد. از این خاطر که شاید یکی از انگیزه های جدی به خاطر تأخیر در فرستادن مسوده قانون انتخابات بحث ای باشه که در یک شرایط زمانی فرستاده شود که اعضای مجلس نمایندگان تحت فشار زمانی و تحت فشار افکار عمومی مجبور شود که خیلی از مواد اگر این نکته را حکومت افغانستان در نظر داره، آنچه را که به دست میاره چی است؟
معلوم دار شما شاهد بودین که در دور 15 هم قانون انتخابات افغانستان با جر و بحث‌های بسیار جدی در مجلس نمایندگان همراه بود. نقاط اختلافی بسیار زیادی در قانون انتخابات میتونه وجود داشته باشه، از اونجایی که انتخابات‌های گذشته افغانستان نشان داد که مبناهای قانونی درست برای مکانیزم‌های دقیق به خاطر جلوگیری از تقلب، مکانیزم‌های دقیق به خاطر نظارت از چگونگی انتخابات و شفافیت های لازم در قانون پیش بینی نشده بود. بنا به هر قدر فرصت بحث و مباحثه روی قانون انتخابات در مجلس نمایندگان بیشتر باشه، به همون میزان محدودیت ها برای مسائل بعدی به میان میره. از این خاطر یکی از انگیزه ها ما فکر نم شاید امی باشه که حالا شما فکر میکنین که اگر تأخیر میکنه حکومت افغانستان بر فرستادن طرح قانون انتخابات به مجلس، اینجا حرفایی است که میتونه مطرح باشه و از این نکته سود ببره، آنچه که شما اشاره کردین. بلکل نقاط اختلافی در دور قبلی هم زیاد بود، نقاطی که حتی در خیلی از موارد حکومت طرفدارش نبوده، در خیلی از موارد ممکنه حالا اگر شما تحت فشار قرار بگیرین از لحاظ زمانی، آنچه را که حکومت میتونه که به دست بیاره از این چه است؟ شما دیدین که در انتخابات پارلمانی افغانستان تحت فشار زمانی قانون انتخابات فرستاده شد به مجلس. وقتی که توسط مجلس قانون تصویب شده توسط مجلس به توشیح رئیس جمهور افغانستان نرسید، انتخابات پارلمانی سال 1389 در حقیقت در یک جنجال میان حکومت افغانستان و مجلس نمایندگان برگزار شد. معلوم دار تقریبا درسته که قانون وجود داشت و بر مبنای این قانون انتخابات صورت گرفت، ولی مهمترین حرف ایه که در خلال یک اعتماد کافی این انتخابات صورت گرفت. سود که از اینجا میتونه وجود داشته باشه ایه که در خیلی از موارد اگر فرصت کافی برای بحث و مباحثه روی قانون انتخابات باشه، موارد بسیار جدی در نظر گرفته خواهد شد. حالا شما این دلیل را نمیپذیرین خانم رضایی که زمانی که بحث فرستادن طرح قانون انتخابات به مجلس مطرح میشه، اینجا یک واکنش حکومت افغانستان نشان میتن که باید دقیق بررسی شوه ای تر، این را میپذیرین؟ من فکر می‌کنم مدت زمان حداقل 3 سال گذشته فرصت کافی بود که دقیق بررسی بشود. یعنی در جریان چند سال گذشته قانون انتخابات فرمان تقنینی بوده، بعد در سایه یک قانون اختلافی میان مجلس و حکومت انتخابات پارلمانی برگزار شد. از 10 سال گذشته به این طرف فرصت کافی برای دقت بیشتر روی قانون انتخابات. اگر شما اشاره می‌کنین که حرفای مطرح است به خاطر اینکه بتونن اهداف خود را به دست بیارن، به این خاطر تأخیر می‌کنن در فرستادن طرح قانون انتخابات، اما شما که فکر میکنین که اصلاحات درست وارد شود در قانون و به وقت و زمان معینش تصویب شود، شما چرا پیش از این درخواست نکردین یا یک تاریخ مشخص را تعیین میکردین که تا اون زمان حکومت افغانستان بر شما طرح قانون را میفرستاد؟ اول دو دلیل وجود داره به خاطر تاخیر قانون، مثل که ما تاخیر فرستادن قانون انتخابات. دلیل اول اینه که در خیلی از موارد مثل که ما در اول بحث یادآوری کردم، موضوعات در آخرین در ثانیه 90 توسط حکومت افغانستان به بحث گرفته میشه، یک دلیل. دلیل دومیه که فرصت زمانی محدود در اختیار مجلس نمایندگان باشه، اما چیزی را که مجلس نمایندگان انجام داده. حالا با توجه به نکاتی که شما اشاره میکنین، مجلس نمایندگان چرا این درخواست را پیش از این نکرد؟ 3 ساله که شما فکر میکنین که برای حکومت افغانستان فرصت بود، برای شما هم بود که یک تاریخ معین را مشخص میساختین که دو زمان برتان فرستاده میشد. مجلس نمایندگان اگر نمیکرد، حالا که میگین که رای قانونی وجود داره که شما طرح خود را تصویب کنین، این در زمان مطرح میکردین. مجلس نمایندگان در چند مورد اقدام های مشخص داشته بودند. سال گذشته مجلس نمایندگان خواهان اولین دغدغه که بعد از انتخابات مطرح شد، انتخابات پارلمانی به چالش کشیده شد، اولین دغدغه که در دور 16 هم پیش نمایندگان مجلس مهم بود، بحث فرستادن به موقع قانون انتخابات بود. از این جهت در مقاطع مختلف از آدرس رئیس مجلس، از آدرس مجموعه وکلا، همیشه مخاطب در حکومت افغانستان مخاطب قرار داده شده، کمیسیون انتخابات مخاطب قرار داده شده و خواهان یک طرح جامع که در اونجا دیدگاه احزاب سیاسی، دیدگاه نهادهای جامعه مدنی، دیدگاه‌های مختلف در اینجا مطرح باشه، یک طرح جامع به پارلمان فرستاده شود. با وجود تکرار چند باره که توسط مجلس نمایندگان به صورت رسمی انجام پذیرفته، وقتی طرح قانون نامت در آخرین موقع مجلس نمایندگان به صدد این افتاد که رای حل دیگه که باقی میمانه شاید از نگاه تکنیکی یک مقدار مشکلات داشته باشه، طرح قانون اعضا در قانون اساسی افغانستان پیشنهاد شده که در صورتی که در موارد ضرورت مثلا قانون از آدرس حکومت معرفی نمیشه، در این صورت صلاحیت مجلس نمایندگان میتونه باشه که یک طرح پیشنهادی ارائه کنه. این طرح پیشنهادی رای قانونی در نزد مجلس است که این کار را انجام میده اگر قانون انتخابات فرستاده نشه به مجلس. باز هم میخوام تکرار کنم که اگر شما این راه را داشتین، چرا در گذشته اقدام نکردین و پیش از این مشکل را حل میکردین؟
ما برداشت میه که راه که اعضا طرح قانون را بریزه که فعلا روی دسته که باید سرش کار صورت بگیره، این طرح از نگاه تکنیکی، از نگاه تشکیلاتی یک مقدار مشکل آفرینه در خیلی از موارد. به این معنا که قانون اساسی افغانستان راه را باز گذاشته به این که گاه اوقات اعضای مجلس نمایندگان میتونه که طرح قانون ازار پیشنهاد کنه و به تصویب مجلس برسانه، اما شما میفهمین که قانون طی مراحل گوناگون در مرحله تصویب میرسه، از مرحله تصویب تدوین و تصویب و تا مرحله تدقیق تا اینکه در شورای وزیرا به تصویب برسه، باز فرستاده شود به پارلمان، مراحل طولانی نمیطلبه و این مراحل طولانی نیاز به تشکیلات منظم، نیاز به یک سیستم قانونگذاری قوی داره که این سیستم در وزارت عدلیه افغانستان و در نهادهای مربوطه وجود داره. معلومات کافی، امکانات کافی از لحاظ پروسیجر قانونی. میخوایم بپرسم که اگر این اشکالات وجود داشت شما چرا پیش از اقدام نکردین؟ ما باور میه که مجلس نمایندگان حالا یک تاریخ را تعیین میکردین که تو زمان فرستاده میشد، اگر نمیشد بعد رای قانونی را که شما فکر میکنین که قانون اساسی برتان بازگذاشته اقدام میکردین. اگر اجازه باشه ما در چند مرحله مجلس نمایندگان چیزی را که میتونه ایه که از حکومت افغانستان خواستار فرستادن و در اولویت قرار دادن قانون انتخابات شود که این بار چندین بار توسط مجلس نمایندگان گفته شده. بحثی که چرا مجلس اقدام نکرده، ما تذکر دادم که در چند مورد پارلمان خواهان فرستادن طرح شده، وقتی که در آخرین مرحله طرح فرستادن شده مجلس نمایندگان در اواخر دقیقاً سر طرحی که باید به عنوان طرح اعضا پیشنهاد شود کار صورت گرفته و مثل که شما گزارش هم داشتین این طرح پیشنهادی فرستاده شده به کمیته رؤسا بعد از تحلیل و ارزیابی طرح را مورد بررسی قرار خواهد داد و آخرین معلوماتی که ما داریم اینه که طرحهای پیشنهادی توسط ائتلاف‌های احزاب سیاسی، طرحهای توسط فیفا و نهادهای جامعه مدنی، تعدیلات توسط نمایندگان مجلس فرستاده شده، تمامی از این طرحها در کمیسیون تقنین در مجلس نمایندگان وجود داره. تنها مورد را که مجلس نمایندگان میخواد با اکتفا داشته باشه ممکنه طرح قانون اعضا مورد پذیرش حکومت قرار نگیره و باز هم یک نقطه جنجالی میان حکومت و پارلمان باشه. در موجودیت جنجال بین حکومت و پارلمان ممکنه یک سال دیگه سپری شود. به این خاطر ارجحیت داده که توسط حکومت بیاید. بسیار تشکر. آقای مرستیال، دیدگاه حزب شما چی است که شما که بیشتر نگرانی ها در مورد انتخابات دارین، چرا قانون انتخابات مخصوصا فرستادنش بر مجلس نمایندگان زمان زیاد را گرفت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم سلام به دوستای دور میز، بیننده تلویزیون، ما تمام فرموده های وکیل صاحب تایید میکنم که حکومت افغانستان در ای که قانون به پارلمان افغانستان به صورت خاص و رسی جرگه افغانستان نفرستاده، اهداف مشخص خود را داره که در دوره گذشته هم همیشه به وقوع پیوسته قانون در وقتی به پارلمان افغانستان فرستاده می شد که یک فرصت بسیار کم و کوتاهی برای هر دو اتاق مجلس وجود می داشت و در او وقت پارلمان مسئولیتی را که داشت هر دو اتاق اونا به عجله او را تصویب می کردن. وقتی که قانون به پارلمان افغانستان می آید، قانون تنها مصوبه سواد شده تصویب شده نیست. در اوج تمام الفاظ از او، تمام کلمات از او، تمام جمله بندی از او، مفاهیم از او، تمامش باید او را مورد تحقیق قرار بگیره که یک فرصت طولانی را برای هم ولسی جرگه و هم مشران جرگه افغانستان داره. بنا اندر او فرصت کوتاه با عجله هر دو اتاق پارلمان افغانستان به عجله او را به تصویب رساندن. قوانین گذشته که بوده چی در دوره گذشته و چی در اکنون. با توجه به حرفایی را که شما مطرح میکنین، دلیل حکومت افغانستان بر شما قناعت بخش است یا آنچه را که مجلس مطرح میکنه یا شماری از نمایندگان که حرفای عقب عزیز که نمیخوان که به زودترین فرصت این طرح فرستاده شود به مجلس؟ من فکر میکنم حکومت افغانستان این را مطرح میکنه که دقیقاً بررسی میکنه چیزی که حکومت افغانستان پیش خود داره. هدفشان این است که در یک فرصت کم برای پارلمان افغانستان باقی بگذاره که اونا به عجله او را تصویب بکنن و از او استفاده های سیاسی و حکومتی خودشان بکنن. اما ای که تا اکنون فرستاده نشده، این مسئولیت از پارلمان افغانستان نیست که فرستاده نشده، این مسئولیت حکومت است که با وقت و زمانش باید به پارلمان افغانستان قانون می فرستاد. در تهیه این طرح مشورات چگونه بوده؟ آیا با اعضا و ائتلاف هایی که
وجود دارن مشوره صورت گرفته؟ وقتی که قانون موجوده که در شورای وزیرا است و معلوماتی که ما داریم مقامات ریاست جمهوری مسوده قانون به یک کمیسیون دیگه سپرده که در او تغییرات را بیاره و علتش هم ای است که پیشنهادات را که احزاب سیاسی جامعه مدنی به شمول فیفا به وزارت عدلیه افغانستان داده بود که باید این نقاط در نظر گرفته شود، متاسفانه او در نظر گرفته نشده و خلاهای متعددی در قانون در مسوده قانون انتخابات وجود داره. ما احزاب سیاسی جامعه مدنی به شمول فیفا ما اصولی را برای نظام انتخاباتی افغانستان پیشنهاد کردیم که متاسفانه دو در نظر گرفته نشده و دیگه حتی حالا که این طرح زیر بررسی است دیدگاه شما جا داده نشده، طرحی که اصولی که و طرحی را که احزاب سیاسی و جامعه مدنی در رابطه با نظام انتخابات نه تنها قانون مجموع ان راجع به نظام انتخاباتی افغانستان پیشنهاد کرده در این مسوده قانون انتخابات در او گنجانیده نشده و می علت است که با کمبودی ها حالا فکر میکنید زمانی که دیدگاه شما جمع‌آوری میشه یا نظریات شما جمع‌آوری میشه به خاطر از اینکه طرح قانون یک طرح خوب باشه که یعنی انتقاد شما هم اونجا رد شود یا اینکه جای انتقاد نباشه، چطور زمانی که شما دیدگاهتان را مطرح میکنین بعدش در این طرح جا داده نمیشه؟ ما فکر میکنم که طرح را و پیشنهادات را و تعدیلات را که ما در او آوردیم بسیار جامع بوده نسبت به قانونی که از طرف وزارت عدلیه آماده شده. برای که او طرح تنها از طرف یک اداری حکومت افغانستان است، آنچه که ما پیشنهاد کردیم این طرح نظریات 22 حزب سیاسی افغانستان و بعدا 34 حزب سیاسی افغانستان و 16 نهاد مدنی افغانستان است که این اصول ما برشان پیشنهاد کردیم که هم در او مسائل امنیت افغانستان است، شفافیت انتخابات است، شفافیت کار کمیسیون انتخابات، شکایت انتخابات است، همه مسائل آگاهی عامه برای ادارات افغانستان در او در نظر گرفته شده، وزارت امور زنا، حج و اوقاف و ادارات دیگر نسبت به او بسیار جامع است، متاسفانه در او گنجانیده نشده. ما امیدوار هستم که این پیشنهادات احزاب سیاسی و جامعه مدنی در او گنجانیده شود. در پهلوی ازی چیزی در مورد دیدگاه مجلس نمایندگان افغانستان چقدر فکر میکنین که زمانی که نگرانی ها از مورد عدم فرستادن تر به زمان معینش مطرح میشه اینا باید تصمیم پیش ازی میگرفتن؟ من فکر میکنم که پارلمان افغانستان به صورت خاص ولسی جرگه افغانستان مسئولیت خود ادا کرده، یک مسوده را آماده ساختن و اون مسوده را به اساس ماده 95 قانون اساسی که صلاحیت برای پارلمان افغانستان داده که من این ماده را براتون میخوانم، پیشنهاد طرح قانون از طرف حکومت یا اعضای شورا در ساحه تنظیم امور قضایی از طرف محکمه یا اعضای شورا گفته، یعنی هر دوره نگفته، هم حکومت میتونه که قانون تصویب بکنه و بعد از او را به پارلمان بفرسته و هم خود پارلمان حق داره که تصویب بکنه و او را باز و تصویب برسانه و اینا این صلاحیت داره، اینا مسئولیتشان در یک بخش ادا کردن. ای که تعطیل یا معطلی در فرستادن قانون انتخابات برای ولسی جرگه افغانستان از طرف حکومت صورت گرفته، ولسی جرگه مسئولیت خود ادا کرده، روی یک مسوده کار کرده و اینا این صلاحیت داره که اگر حکومت برشان به موعد باید نفرستاد و فرستاده نشد و بعد از او هم تعطیل در او صورت گرفت، اینا این صلاحیت دارن که مسوده خود از طرف خود تصویب بکنن. بسیار تشکر. آقای مل، چقدر موافق هستین با حرفایی را که آقای مرستیال مطرح کردن که دیدگاه احزاب، دیدگاه نهادها در این طرح جا داده نشده، هرچند یک دیدگاه شما جمع‌آوری شده؟ خب تشکر. قبل از اینکه مستقیما به پاسخ شما، یک نکته را باید بگویم که تنها اعلان تقویم انتخاباتی کفایت نمیکنه برای برگزاری یک انتخاباتی که همه خواهان عزیزتن. من فکر میکنم مدت زمانی که داریم دو قانون، قانون تشکیل وظایف فصلت های کمیسیون مستقل انتخابات و خود قانون انتخابات است، باید به شکل جدی دنبال شوه و اینا تصویب شوه. در غیر از او ما نمیتونیم که انتظار یک انتخابات واقعا عادلانه و شفاف داشته باشیم. آمدم به پاسخ به سوال شما با احترام به دیدگاه های از اینا، ما یک نکته را میخوایم بگویم که مسوده و یا طرح قانون انتخابات توسط کمیسیون مستقل انتخابات تدوین شد و وزارت عدلیه فرستاده شد. وزارت عدلیه مجلس های رزنی داشت،
مرکز و اینا نظریات جامعه مدنی و احزاب سیاسی را گرفتن و بعد صدا و منسجم کردن فرستادن به شورای وزیران. چیزی که ما میشتیم و چیزی که ما حدس میزنیم که با بعضی از مواد پیشنهاد شده و پیش بینی شده در این قانون شورای وزیران موافق نیست، بخصوص در ارتباط با پیشنهاداتی که از طرف نهادها و احزاب سیاسی صورت گرفته. خود کمیسیون بخصوص در ارتباط با سیستم انتخاباتی که در یک سیستم انتخاباتی مختلط پیشنهاد شده. با در نظر داشت همین ملحوظات ما فکر میکنیم که شورای وزیران سیستم انتخاباتی مختلط را شما پیشنهاد کردید، یعنی در مجموع نهادها؟ بله، در مجموع نهادها پیش پیشنهاد کرده و خود کمیسیون هم پیشنهاد کرده بود طرح. ما فکر میکنیم که شورای وزیران حالا در طرح قانون چیز دیگه ای آمده؟ نه، طرح قانون آمده ولی با این مواردش فکر کنم حکومت موافق نیست، بنابر ملحوظاتی که شاید خودشان داشته باشه. حالا اونجوری که شما دریافت کردین، یعنی اختلاف ها در کدام جا به وجود آمده یا تغییرات در کجا به وجود آمده زمانی که سیستم انتخابات مختلط را نهادها و کمیسیون مستقل انتخابات پیشنهاد میکنه بعدش دهی تر جا دادن نمیشه؟ فکر میکنین که اینا هنوز چگونه معلوم نیست؟ ما نمیتونیم یاد پیش بینی کنیم و با قاطعیت حرف بزنیم که چی موارد شده. شما گفتین که دیدگاه مطرح است با در نظر داشت مشکلاتی که در افغانستان وجود داره و دیدگاه خاصی که حکومت داره، فکر کنم همین موارد اختلافی است و سر از این کار میکنن. ما فکر در مورد سیستم انتخابات مختلط موارد دیگه و این زمان معلوم خواهد شد که طرح بالاخره به مجلس فرستاده خواهد. ما امیدوار هستیم که هرچه عاجل این طرح به مجلس فرستاده شه با در نظر داشت 16 ماهی که تقریبا 16 ماهی که برای تدویر انتخابات مانده این طرح باید به حکومت فرستاده شود. ولی یک بدیل دیگه هیچ هم موجود است که طوری که قبلا دوستان به اشاره کردن که اعضای مجلس تنها حکومت نیست که طرح قانون به مجلس میفرسته به خاطر از اینکه او تبدیل به قانون شود، ده عضو ولیسی جرگه میتونن که یک طرح تدوین کنن و با حمایت از 50 عضو ولیسی جرگه میتونن که طرح را در اجندای جلسه عمومی و در کمیته موردش بحث شود و اینا من حیث یک قانون تصویب کنه. ما امیدوار هستیم کاری که حالا ما میتونیم بکنیم حالا بدون از اینکه به شورای وزرا فرستاده بدون از اینکه به شورای وزرا فرستاده، حتی در بعضی از کشورها بدیل های دیگه هم هست که مثلا 30,000 اتباع یک کشور میتونن یک طرح اما اینجا آقای من شما میدونین که تنها بحث تهیه قانون و تصویب کردنش نیست، اینجا مشکلات دیگه وجود داره که دیدگاه حکومت افغانستان است. زمانی که طرح تشکیلات و صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات تصویب شد از جانب مجلس نمایندگان، حالا رئیس جمهور افغانستان حاضر نیست که به امضا برسانه یا توشیح شود. حالا چقدر فکر میکنین که اگر اینا طرح بسازن و تصویب کنن اونجا رئیس جمهور افغانستان حاضر میشه که این را به امضا برسانه؟ خب در این چه تضمین وجود دارد طرح که از طرف حکومت فرستاده میشه تمام اعضای ولی جرگه را تصویب کنه؟ حالا این چیزهایی را که ما مطرح میکنیم همه جنجال است، این روند طبیعی است، این مسائل مطرح است ولی حکومت ولی مجلس میتونه که همین طرح را خودش تدوین کنه تصویب کنه بعد بگذاره به حکومت، و این طور هم نیست که مجلس طرح را تدوین میکنه که کاملا مخالف ایده های حکومت باشه. اگر هماهنگی کامل وجود داشته باشه میتونه که به موافقت به انجام و بالاخره تصویب شوه. به نظر من زمانی که دیدگاه نهادها و احزاب در این طرح جا داده نمیشه با وجودی که دیدگاه از اینا جمع آوری میشه، پس فکر نمیکنین که حرفای میتونه مطرح باشه؟ بله، این مربوط به حکومت است که حالا چطور اگر اینا طرح را ایجاد کنن و البته خوشایند نباشه یا مورد خاص حکومت افغانستان نباشه اونا تفشیم میکنن؟ تنها مسئله خوشایندی نیست، در اون صورت هر قانونی را که حکومت دلش نخواهی میتونه رد کنه، این صلاحیت قانونی رئیس جمهور است و مجلس هم هر طرحی که از طرف حکومت میاد میتونه که رد کنه. مشکلی چیست که چی تو ما بتونیم یک نوع هماهنگی و همکاری بین دو نهاد ایجاد کنیم، به خاطر که این زمانی نیست که ما سر جنجال های از این بحث کنیم، زمان از است که باید هر چه عاجلتر این قانون تصویب شوه و نه اینکه در خلای یک قانون ما باز انتخابات دوباره را برگزار کنیم و مشکلاتی را که قبلا تجربه کنیم بار دیگر او تجربه شود. حالا اگر تصویب قانون انتخابات به تاخیر بیفته فکر میکنین چالش های عمده که پیش میآید در مورد برگزاری انتخابات چی است؟ چالش هایی که قبلا وجود داشت، یکی که عدم تضمینات قانونی لازم در کارکرد خود کمیسیون مستقل انتخابات و اداره که انتخابات اداره میکنه، ما در خلای قانون توسط یک فرمان تقنینی بالاخره بار دیگر انتخابات تدوین میکنیم که خودش از لحاظ حقوقی یک خلا است. دومی است که عمو تجاربی را که ما از انتخابات گذشته داریم، تخطی تقلب و سایر مشکلاتی که بوده و به خاطر رفع از او نهادهای مدنی احزاب سیاسی و تا خود کمیسیون مستقل انتخابات او را در طرح جدید خود مد نظر گرفته که تا دوباره تکرار نشه و اگر به تاخیر میفته به این است که مشکلات شاید خاطر از دوباره به وجود بیاد. حالا فکر میکنین که حکومت افغانستان و شخص رئیس جمهور از نگرانی هایی را که شما مطرح کردین آگاهی دارن و سوی دیگه بارها مطرح میکنن که ما خواهان برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه هستیم، پس چرا تا
تأخیر میکنن در فرستادن طرح خب ایره خودتر میبود که از خود نماینده حکومت و یا کسی شما با عنوان بنیاد انتخابات و آزاد ما یک نهاد ناظر هستیم میتونیم که حد و نظر خود بزنیم ما میتونیم یک حد و نظر خود بتیم این خوبتر خود بود که از خود نماینده شورای وزیران پرسان میشد که علت تأخیر چیز ولی ما که فکر میکنم علت تأخیر چقدر موافق هستین با دیدگاهی را که اما آقای مرسیل مطرح کردن هم خانم رضایی که اینجا فایده مطرح و برداشت های دیگه دیدگاه های از اینا معمولا دیدگاه های سیاسی هستند که برایشان احترام دارن اینا از یک دید سیاسی با این پدیده نگرستن ولی ما که منگریم از یک دید تکنیکی منگریم ما فکر میکنم شاید شورای وزیران امیال هم سر از کار کنن تا بتونن که سر دقیق کار کنن و امطرهایی را که اینا در نظر دارن با در نظر داشت طرحایی که برایشان پیشنهاد دادن که کلش بگنجانن و بالاخره به مجلس بسیار تشکر همکاران ما اشاره میکنن که وقفه داریم پس از وقفه این بحث همچنان ادامه دارد باز هم خوش آمدید خانم رضایی مجلس نمایندگان تا چه زمان دیگه منتظر می باشد کی طرح فرستاده شده بر شما من برداشت می کنم که مجلس نمایندگان مثل که شما هم شنیدین یک طرح آماده داره و این طرح را فقط منتظریه که دیدگاه حکومت شریک ساخته شود به خاطر از اینکه اگر دیدگاه حکومت شریک ساخته نشود یک سال بعدی را در کشاکش میان پارلمان در قانونی که اختلاف برانگیز میان پارلمان و حکومت باشد در این صورت آسیب پذیری قانون بیشتر خواهد شد و مدت زمان نزدیک به انتخابات فرا خواهد رسید مشکل دیگه که من فکر نم مجلس نمایندگان دقیقاً سر از این کار خواهد کرد یه که در آخرین مجلس رئیس مجلس حکومت افغانستان را مخاطب قرار داد و از آدرس مجلس نمایندگان خواهان فرستادن هر چه عاجل‌تر طرح قانون انتخابات شد چیزی که من مثلا شخصا شما ببینید طرح شما آماده است باز هم میخوام تکرار کنم که تا چه زمان منتظر طرح فرستادن طرح قانون انتخابات از سوی حکومت هستین که حالا تحت بررسی شورای وزرا است من فکر نم که دیدگاهی که اکثریت اعضای مجلس نمایندگان داره و این نگرانی همیشه مطرح ساخته پیش از رخصتی زمستانی پارلمان دیدگاه پارلمان اینه که طرح باید به پارلمان افغانستان فرستاده شود پیش از رفتن به طرف تعطیلات مجلس نمایندگان افغانستان در یک فضای خوبتر این طرح را به تصویب برسانه چیزی که توقع مجلس نمایندگان زمان مشخص تعیین نمیکنین البته فیفا هم که آقای ملازوش است درخواستشان از مجلس نمایندگانی بود که زمان مشخص تعیین کنند اگر حکومت تا او فرصت طرح را نفرستاد بعد شما میتونید که روی طرح خود کار کنید مجلس نمایندگان گرچند مدت زمانی رو مشخص نساخته ولی در آخرین نشست تاکید بسیار جدی به این داشت که اگر طرح حکومت در زودترین فرصت ممکن نرسید که در روزهای بعدی حتما مدت زمان هم تعیین خواهد کرد در اون صورت وسیله مال فشار دیگر طرح خود اعضا میتونه باشه که این طرح را به تصویب برسانه به طرف حکومت و توسط مجلس سنا به تصویب برسانه من فکر نم مشکلات اساسی دیگه که متاسفانه چیزی که من پیشترم تذکر دادم مشکلات بسیار جدی در انتخابات های گذشته وجود داشته و باور حکومت ایه که اگر قانون وقت‌تر به مجلس نمایندگان فرستاده شود روی موضوعات خیلی کلیدی مجلس نمایندگان واقعا دیدگاه و مکانیزم های خواهد داشت مثلا بحث رای دهندگان مشکلاتی که رای دهندگان در جریان چند انتخابات گذشته داشته بوده از جمله موضوعات کلیدی که سرنوشت انتخابات را رقم خورده شما میبینید که بیش از 10 میلیون شما میگین که حکومت افغانستان خواهان برگزاری یک انتخابات شفاف نیست ما دقیقاً به این شکل نمیخوایم بگویم که حکومت افغانستان خواهان برگزاری یک انتخابات شفاف نمیتونه باشه ولی حکومت افغانستان در قسمت عدم شفافیت کاملا واضح میشه که حکومت افغانستان در پای چیزهایی است در انتخابات ما میخوایم به این شکل بگویم که حکومت افغانستان نسبت به اینکه موضوعات چالش برانگیز در مجلس نمایندگان مطرح شود و این موضوعات چالش برانگیز باعث ازی شود که حکومت تحت فشار قرار بگیره چنین فشار را حکومت نمیخواهد بپذیره مثلا مشکل رای دهندگان اگر چیزهای به برداشت شما چالش برانگیز حل شود این به نفع انتخابات است یا به ضررش اگر بنفش است پس آنچه را که افغانستان هم در حرف بیان میکنه او برآورده میشه برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه موضوعات چالش برانگیزی که در قانون انتخابات باید مشکلش حل شود این موضوعات به نفع یک انتخابات شفاف ولی یک مقدار کارآفرین مشکل آفرین برای حکومت افغانستان میتونه باشه مثلا اگر قانون انتخابات یک سال پیش از امروز به مجلس نمایندگان فرستاده میشد یکی از موضوعاتی که توسط مجلس نمایندگان خیلی باید جدی گرفته میشد موضوع تذکره الکترونیکی بود ما میبینیم که در جریان چند سال گذشته اعلان شده که بیش از 17 میلیون کارت توزیع شده در حالی که واجدین شرایط واقعی در افغانستان حدود 11 تا 12 میلیون
بناهن تفاوت 5 میلیون رای میتونه سرنوشت هر انتخابات رقم بزنه. نگرانی ها و تجارب تلخی که از انتخابات های گذشته وجود داشته، بحث حل مشکل رای دهندگان، مسائل مکانیزم های دقیق به خاطر جلوگیری از تقلب، مکانیزم های دقیق به خاطر نظارت از پروسه انتخابات. این کار را شما چگونه انجام میدادین؟ حالا کمیسیون مستقل انتخابات حتی در مورد برگزاری یک انتخابات جداگانه نگرانی داره که پول ندارن این انتخابات را برگزار کنن. شما یکی از دغدغه‌های اصلی مجلس هم زمانی که قانون انتخابات یا برگزاری انتخابات یا تاریخ انتخابات مطرح شد گفتن که انتخابات شورای ولایتی باید یک سال پیشتر از انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشد. دلایلی که کمیسیون مطرح کرد ما عدم موجودیت پول بود. چطور شما میگین که تذکرهای الکترونیک باید توزیع میشد و این کار شما میتونین انجام بدین؟ توزیع تذکره های الکترونیکی ما برداشت می که شاید اقتصاددان افغانستان در محاسبه دقیق داشته باشه، ولی محاسبه ابتدایی که ما پیش خود داریم در جریان چند سال گذشته در هر انتخابات از اولین توزیع کارت به خاطر شرکت در انتخابات شروع شده، مراحل بعدی در هر انتخابات توزیع مجدد کارت که در جریان پروسه مشکلات و اخلال های هم وجود داشته، تمامی مصارف اگر سر هم انداخته شود، اگر دولت افغانستان مشکل تذکره الکترونیکی را در افغانستان به عنوان یک اولویت جدی میدانیست که یک از طرح‌های پارلمان در مورد قانون انتخابات شاید جدی گرفتن بحث توزیع تذکره الکترونیکی بود. از این جهت که ما می‌بینیم که این به منفعت حکومت افغانستانه که بحث روی قانون انتخابات به تعویق انداخته میشد. مثلا 1.5 سال پیش اگر این طرح حالا این کار را چطور انجام میداد؟ حالا در مورد کارت های انتخابات هم که شما مطرح میکنین که مثلا مستقل انتخابات میگن که امکان داره که ما از کارت های گذشته استفاده کنیم به خاطر از اینکه بودجه وجود نداره یا با مشکل پولی مواجه هستن. ما موافق نیستم با این تحلیل از چند جهت. مقدار مصارفی که در جریان چند سال گذشته به خاطر توزیع کارت در چند مرحله صورت گرفته، این مصارف با یک مدیریت قوی میتونست زمینه ساز توزیع تذکره الکترونیکی در افغانستان باشه که مشکل را از دو بعد حل بسازه. هم بحث جلوگیری از تقلب و هم این که نفوس مردم افغانستان به صورت دقیق تثبیت میشد و بسا اولویت های دیگه که وجود داشت. از این جهت ما فکر کنم این پول در جریان چند سال گذشته وجود داشت و حالا هم باور ما اینه که جامعه جهانی فعلا مشکل تذکره الکترونیکی در جریان یک نیم سال گذشته به این طرف بیشتر اختلافات و مشکلات داخلی درون کابینه افغانستان تا نبود بودجه. کدام طرح مشخص را حکومت افغانستان و جامعه جهانی در رابطه به توزیع تذکره الکترونیکی به جای توزیع کارت هر باره مطرح کرده که جامعه جهانی نپذیرفته؟ من باور می که پول، نبود مشکلات اقتصادی و عدم موجودیت پول کافی به خاطر برگزاری انتخابات های متعدد یک دلیل معقول میتونه باشه، ولی ما دیدیم که در جریان انتخابات های گذشته وقتی که توسط دولت افغانستان اقدام صورت گرفت، توسط جامعه جهانی با آغوش باز پذیرفته شد و تمامی مصارف پرداخته شد. حالا با یک مدیریت قوی میشد که در جریان چند سال گذشته زمینه ای فراهم میشد که توزیع تذکره الکترونیکی توزیع میشد و با این استفاده از این مکانیزم واجدین شرایط رای دهی به صورت دقیق و روشن مشخص میشد، مکانیزم های دقیق به خاطر جلوگیری از تقلب به وجود می آمد. آن در یک فضای به وجود آمده که فرصت زمانی باقی مانده خیلی. اگر دوباره روی طرح حرف بزنیم، شما میگین که اگر خواست شما را حکومت افغانستان برآورده نسازه در مورد فرستادن طرح قانون انتخابات، شما طرح خود را روش کار میکنین و به تصویب میرسانین. فکر میکنین که رئیس جمهور افغانستان موافقت میکنه با شما؟ دلیلی که مجلس نمایندگان هم در جریان یک سال یک نیم سال گذشته با وجود که قانون انتخابات را یک اولویت میدانست روی کار صورت نگرفته توسط مجلس، همین نگرانی بوده. چیزی که من پیشتر یادآوری کردم، هرگاه طرح توسط مجلس به تصویب تصویب شوه و مورد تصویب قرار بگیره، نگرانی از اینکه توسط رئیس جمهور افغانستان دوباره توشیح نشوه بیشتر بود. اما حالا وقتی انتخابات نزدیکتر میشه، با نزدیکتر شدن وقت و زمان انتخابات، سیاسی شدن بحث قانون انتخابات در مجلس نمایندگان هر دقیقه و هر روز بیشتر شده میره، بنابراین مجلس نمایندگان مجبور است که در صورتی که طرح با دیدگاه های احزاب سیاسی، با دیدگاه هایی که در درون حکومت راجع به قانون انتخابات وجود داره، اگر این طرح نرسه، یگانه گزینه ای که پیش مجلس نمایندگان میمانه کار روی طرح اعضای. خب اگر شما باز هم روی تر کار کنین و حتی به تصویب برسانین، اگر رئیس جمهوری را توشیح نکنه میخوان چه کار انجام؟ مشکل اساسی که مجلس نمایندگان فقط
به اندازه صلاحیت های تعریف شده در قانون اساسی میتونه اقدام داشته باشه. مجلس نمایندگان افغانستان به حد کافی در جریان چند سال گذشته، یک سال یک و نیم سال گذشته، به حد کافی وقت را در اختیار حکومت افغانستان، در اختیار کمیسیون مستقل انتخابات، در اختیار وزارت عدلی افغانستان قرار داده. تمام نکات را خانم رضایی شما مطرح کردین که تا هنوز که هنوز حکومت افغانستان حاضر نیست که طرح انتخابات را بر شما بفرستن. بس هم میخوام تکرار کنم که اگر این طرح را هر دو مجلس به تصویب برسانه، رئیس جمهور توشی نکنه، پس چالش اصلی در برابر شما امی است و هنوز هم تمام اختیار نزد رئیس جمهور افغانستان است و اگر طرح شما تصویب شود کار را نمیتونه انجام بده. رئیس جمهور پارلمان افغانستان به مقام ریاست جمهوری افغانستان به حکومت فرصت داده تا طرح همه جانبه توسط حکومت راه شود و بیاید پارلمان. وقتی که در پارلمان نرسید، با نزدیکتر شدن انتخابات، مجلس نمایندگان از اونجایی که عرصه قانونگذاری جزء صلاحیت های اساسی مجلس نمایندگان مجبور خواهد شد تا روی طرح اعضا کار کنه. اینکه رئیس جمهور افغانستان خواهد پذیرفت یا نخواهد پذیرفت یک چیز پیش مجلس نمایندگان مهم خواهد بود و اویه که با در نظر داشته دادن فرصت زیاد به حکومت، وقتی طرح نرسیده، مجلس نمایندگان به عنوان آخرین صلاحیت خود از طرح اعضا استفاده کرده و حق مردم افغانستان را که انتخابات مردم افغانستان در یک خلای قانونی برگزار نشود، این خلای قانونی را مجلس نمایندگان پر خواهد کرد. بسیار تشکر. آقای مرستیال، اگر حرفای مطرح در عقب ای که آل حکومت افغانستان حاضر نشده که طرح قانون انتخابات را به مجلس بفرسته، چطور طرحی را که مجلس روش کار میکنه و ایرا به تصویب هم میرسانه، یا اگر طرف رسادن شد طبعا ایرا به تصویب میرسانه، ایرا میاره رئیس جمهور افغانستان توشیح میکنه؟ من بسیار منفی فکر نمی کنم. من امیدوار هستم طرحی را که فعلا آماده کرده حکومت افغانستان و کمیسیون مستقل انتخابات بعد از نظریات و پیشنهادات و تعدیلاتی را که جامعه مدنی و احزاب سیاسی در او به میان آورده، او را در نظر بگیرن و یک طرح جامع مسوده قانون و پارلمان افغانستان بفرستن به زودترین فرصت، قبل از رخصتی های زمستانی پارلمان افغانستان، برای اینکه خود از یک فرصت را کار داره. قانون اساسی به پارلمان افغانستان برای ولسی جرگه زیاده از 30 روز وقت نمیده که او را باید اونا نگاه کنه، برای سنای افغانستان زیاده از 15 روز وقت نمیده. بنابراین این فرصت هم حکومت در نظر بگیره که ولسی جرگه زیادتر از 30 روز نگاه کرده نمیتونه، اینا باید به زودترین فرصت او را تصویب بکنن و سنا هم در در فکر میکنین که حرف به اینجا نمیرسه که اینا روی طرح خود کار کنن و من امیدوار هستم که حکومت حرف به اینجا نرسانه که باز ما مشکلاتی را بین پارلمان و حکومت افغانستان در رابطه به قضایای نظام انتخاباتی و انتخابات ریاست جمهوری افغانستان داشته باشیم. اگر در عقب این کدام هدف سیاسی دیگر حکومت افغانستان نداشته باشه، باید ایره بفرسته، و اگر نفرسته، باز هم تاکید میکنم که قانون اساسی افغانستان بزرگترین وثیقه ملی برای مردم افغانستان، مردم افغانستان، حکومت افغانستان هم است. بنابراین مطابق از ولسی جرگه افغانستان، اینا برای ادای مسئولیت خود این حق دارن که مسوده خود رو ایش کار بکنن. بسیار تشکر. آقای مرستیال، زمانی که تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، واکنش های را در بر داشت. میخوام دیدگاهی از شما را بدانم که با تعیین این تاریخ موافق از حزب حق و عدالت؟ تاریخ انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قانون اساسی افغانستان تصریح کرده و قانون اساسی افغانستان وقتی که در لوی جرگه قانون اساسی تصویب می شد و در اوج نمایندای مردم در لوی جرگه حضور داشتن، شرایط اقلیمی افغانستان در اوج در نظر داشتن و امی فرصت و امی موعد و امی وقت با در نظر داشته تمام شرایط اقلیمی افغانستان که ما در بعض مناطق گرمسیر شرایط دیگه داریم، سرسیر شرایط دیگه داریم، اینو در نظر گرفته. ما فکر می کنم که از نظر ما با وجود اینکه مشکلات زیادی وجود داره، مدت کمپینی که برای کاندیدای ریاست جمهوری قبل از 16 حمل 1393 تعیین شده، این مدت زمستان سرد در افغانستان است و ما مناطقی داریم که بسیار سرد است. بنابراین برای کمپین کاندیدای ریاست جمهوری این فرصت بسیار فرصت نامناسب است. پس ما موافق نیستیم با اعلام تاریخ. این مشکلات داریم، اما اگر این فرصت تغییر میخوره، ما دو نقص میکنیم. یک ای که ما قانون اساسی را نقص میکنیم و دوم ای که بعد از این اگر به تابستان میره، ما مناطقی در افغانستان داریم که در اوج باز گرمی است، در اوج باز هم این مشکل داره. بنابراین ما با در نظر داشت شرایط اقلیمی، حالا یک دیدگاه مطرح از آقای مرستیال در مورد برگزاری انتخابات شورای ولایتی هم
قانون افغانستان، قانون اساسی افغانستان نقض شده. حالا طرحی را مطرح میکنند برای از اینکه تاریخ خوبی تعیین شود که اکثریت مردم افغانستان در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده بتوانند. یک طرحی که مطرح میکنند که اعضاب نهادها و حتی مجلس هم دیدگاهش یک جا شود، تایی که تاریخ تعیین شود که بتوانند هم مردم اشتراک کنند. چقدر رز به شما موافق هست؟ ما فکر میکنم که اگر حکومت افغانستان، اعضاب و نهادهای مدنی افغانستان همه به یک تاریخ موافق باشه و جمع کمیسیون مستقل انتخابات، این بهتر از او خواهد بود. اما چیزی که بسیار مهم است برای مردم افغانستان، اگر تغییر میکنه باز نقص قانون اساسی افغانستان است، در تناقض با قانون اساسی افغانستان است که در اونجا گفته شده که مدت ختم دوره ریاست جمهوری اول جوزای سال پنجم است. بنابراین این ماده قانون اساسی را ما نقض میکنیم. اما اگر امکانات وجود داشته باشه و نقض قانون اساسی افغانستان را تمام نهادها بپذیره، ما فکر میکنم که اگر شرایط بهتر اقلیمی، شرایط بهتر امنیتی را هم احزاب سیاسی، هم پارلمان افغانستان، کمیسیون انتخابات و حکومت افغانستان اینا جستجو کرده میتونه، ما فکر میکنم برای یک حزب سیاسی افغانستان اراده تمام مردم افغانستان نسبت به اراده سیاسی یک حزب بسیار تشکر. آقای مل، بنیاد شما هم طرفدار اعلام تاریخی که اعلام شده از طرف کمیسیون مستقل انتخابات برای انتخابات ریاست جمهوری موافق است و شما هم طرفدار امی تاریخ هستین. پس پاسخ شما بر نگرانی هایی که از جانب ائتلاف ها مطرح میشه چی است؟ اولی که قبلا شما خود شما گفتین که ما استقبال کردیم از اعلان تقویم انتخاباتی، به خاطر اینکه به تمام شایعاتی که در مورد عدم برگزاری انتخابات، تاخیر انتخابات، تعلیق انتخابات بود، بر از اون نقطه پایان گذاشت. اصلا اراده سیاسی حکومت نشان داد که بالاخره تصمیم وجود داره، حمایت بین المللی وجود داره و انتخابات برگزار میشه. اما آمدیم سر تقویم، چند نقاطی هست که آمدیم سر از اینکه در بعض از مناطق سردسیر هوا سرد است و شاید بعضی نتانن به مراکز رای دهی برن. ببینین در هیچ بخش از جهان معمول نیست که اینا تقویم انتخاباتی خود، انتخابات خود مطابق به اقلیم عیار بسازن. حالات اضطراری، حالات غیر مترقبه مثل سیلاب ها، مثل زلزله ها، اینا مستثنا هستند. اما حالات عادی ها با هوا مانع انتخابات در نقطه جهان نیست. در منفی 40 درجه سانتیگراد مردم کمپاین میکنن، در بعضی کشورها میرن رای میتن. اما بعضی از دیدگاه وجود داره که تاریخی که تعیین شده میتونه برای مبارزات انتخاباتی چالش ما فکر نمیکنم 5 ماه برای مبارزات انتخاباتی در نظر گرفته شده. 5 ماه ما فکر میکنم تقریبا 5 ماه این مدت زمان کافی است، حتی قابل مکسام است، با در نظر داشت ملحوظات امنیتی، با در نظر داشت نظارت از مصارفات مالی کمپاین های انتخاباتی، با در نظر داشت خود اداری کمپاین های انتخاباتی. ما فکر میکنم این مدت زمان زیاد هم است، نه تنها این مدت زمان بلکه یک حالا اینجا بحث زمان مطرح نیست، بس اقلیم مطرح است که بله بله. اگر در مناطقی که سرد می باشه مبارزات انتخاباتی چطور میتونه صورت بگیره؟ من فکر میکنم وقتی که مناطق سرد بود، مردم آیا زندگی روزمره خود از دست میتن؟ مردم نمیتونن پشت کار روزگار خود بگردن، همه زندگی ادامه داره و یه چیزی نیست که تنها کل افغانستان باشه. تقریبا 25-30% مناطق سرسیز است که هم اگه اقدامات جدی صورت بگیره، امکانات داده شوه، هم برای مردم زمینه مساعد شوه و هم دولت امکانات برای کسانی که کاندیدا هستن مساعد بسازن، به اون حد نیست که ما اینجا مسئله زندگی عادی مطرح نیست که شما فکر میکنین که در هر شرایط مردم افغانستان در سردترین جا هم زندگی کردن. اینجا رفت آمد ها مطرح است، کمپاین هایی که البته برام افتاد از جانب نامزدان ریاست جمهوری، اینا تمام مواردی است که گفته میشه باید در نظر گرفته شه. چطور امکان سفر را میتونه داشته باشن به خاطر آغاز مبارزات انتخاباتی و فعالیت هایشان در اونجا؟ اولی که اگر این مسئله را مد نظر میگرفتن و به تاخیر مینداختن، خود نقض قانون اساسی بود. اگر تنها به این دلیل میشد، فکر میکنم مشکل دیگر را باز به بار می آورد. ما فکر میکنم که مدت پنج ماه برای کمپاین های انتخاباتی مدت کافی است و سردی هوا تنها در مناطق سردسیر است که اگر او هم دولت زمینه سازی کنه و امکانات لازم در خدمت کاندیدا بته، ما فکر نکنم اونقدر مشکل جدی باشه. تمام مواردی را که شما مطرح میکنین پرسش برانگیز است. دولت افغانستان آیا بر هر نامزد به صورت مساویانه این زمینه را فراهم ساخته میتونه؟ بله، این را باید بسازه، این حقشان است.
اما در گذشته گفته میشه که کار نتونسته انجام بده. در گذشته نبوده ولی به این نبوده که حالا باید نشه. حالا چطور شما فکر میکنین که در آینده میتونه این کار انجام بده؟ اولی که این انتخابات ریاست جمهوری است و فکر نکنیم تعداد کاندیدا به حدی که در مبارزات انتخاباتی اعضای ولسی جرگس به او تعداد زیاد باشه. تعداد کاندیدا بسیار کم خواهد بود و ما فکر میکنم اگر امکانات برایشان داده شوه برای کلگی باید شرایط مساوی و امکانات مساوی در نظر گرفته شود. در غیر از این خودش نقض قانون انتخابات خواهد بود. حالا یک مسئله که حالا نگرانی را آفریده مسئله تصویب قانون صلاحیت و تشکیل کمیسیون مستقل انتخابات است که حالا رئیس جمهور افغانستان آنچه را که مطرح میکنه معلوم میشه که این را توشیح نمیکنه. شما بنیاد شما نگرانی مسئله است مخصوصا این که دو عضو خارجی در کمیسیون شکایت انتخاباتی نباشد. ما فکر میکنم این واقعا برای ما قابل نگرانی است به خاطر اینکه این طرح یک طرح بسیار مشترک و جامعی بود که از طرف اهل خبره، حقوقدانان، نمایندگان جامعه مدنی و احزاب سیاسی مشترک تدوین شد و در تمام ملاحظاتی که در انتخابات گذشته باعث تخطی و تقلب و مشکلات های بود مد نظر گرفته شده بود تا واقعا ما بتونیم یک کمیسیون مستقل شفاف و کارا داشته باشیم. بله، اما اگر تمام مادی افغانستان ایره قبول نداره حضور این دو فرد را نپذیرفتن. بله، میخوایم بگوییم که چه کاری باید صورت بگیره. ما فکر میکنیم که اگر حکومت احساس میکنه که باید پروسه انتقال حاکمیت ملی در تمام ابعادش به حکومت افغانستان تعلق بگیره و به این دلیل حضور دو خارجی را نمیپذیره در حالی که دو خارجی در انتخابات گذشته وجود داشت که مشکل ایجاد نکرد، ولی اگر دولت این دلیل میاره این مادر میتونن حذف کنن، ولی بقیه قانون پروسیجرای است که دوجه چتو کمیشنرای انتخاب میشه، چتو کارکردای خود کمیسیون مستقل انتخابات تنظیم و اداره میشه، چتو کمیسیون میتونه مستقل باشه، کارکردای شفاف باشه، کارا باشه، مسلکی باشه، اعضایش بهطرف باشه، مسلکی باشه. دیگه موارد باید تصیب کنه، اگر نکنه دیگه واقعا یک نگرانی و مشکل جدی است که ما دور روبرو هستیم و این مشکلات را که قبلا داشتیم باز تکرار خواهد شد. خانم رضایی، چقدر شما نگران هستین که قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات امکان داره که حتی توسط سنا تصویب نشه؟ این نگرانی واقعا در هر مرحله وقتی که قانون طی مراحل تصویب و توشیح خود میپیمایه این نگرانی همواره در کنار هر قانونه، ولی در قانون بیشتر این نگرانی محسوس میشه. این نگرانی یک چیز بسیار طبیعیه که تمام قوانین و تمام ماده های قانون که توسط ولسی جرگه به تصویب میرسه الزاما توسط مشران جرگه به تصویب نمیرسه، ولی باز قانون اساسی راههایی را پیش بینی ساخته که در صورت اختلاف دو مجلس باز هیئت مختلط تشکیل میشه از مجلس ولسی جرگه و مشران جرگه، در هیئت مختلط موارد اختلافی موارد ارزیابی و تصویب قرار میگیره که باز تصویب هیئت مختلط مشران جرگه و ولسی جرگه میتونه مبنای تصویب هر دو مجلس باشه در نقاط اختلافی. و حتی اگر رئیس جمهور افغانستان هم مثلا توشیح نکنه شاید بحث تصویب دوباره توسط ولسی جرگه افغانستان مطرح شود. اما این کار را چطور انجام میتونه؟ اون چرا که سخنگویان رئیس جمهور افغانستان مطرح میکنن زمانی که شما این قانون را تصویب کردین پس اینجا ای دقیقاً مطرح است که دو فرد خارجی باید اعضایی که میسون شکایت انتخاباتی باشن و رئیس جمهور افغانستان این را امضا نمیکنه که توشیح شود. میخواین چه کار انجام بدین؟ این واضح است. البته سخنگویان رئیس جمهور افغانستان واضحاً مطرح کردن که رئیس جمهور افغانستان نمیپذیره حضور این دو فرد. چیزی را که مجلس نمایندگان البته این بحث باز برمیگردد در صورتی که توسط رئیس جمهور افغانستان یک قانون توشیح نشوه، این قانون یا هر قانون دیگه باز برگردانده میشه به ولسی جرگه افغانستان، باز ولسی جرگه افغانستان این مورد بحث و بررسی دوباره قرار میده. ممکنه اگر در جریان بحث و بررسی دوباره باز اکثریت اعضای مجلس در صورتی که فیصله بر این شد که چیزی که قبلا توسط مجلس به فیصله رسیده با دو سلسیارا مورد تایید قرار گرفت، در او صورت قانون بدون توشیح هم میتونه نافذ شوه. اما مهم اینه که وقتی که با چه دلایل توسط مقام ریاست جمهوری افغانستان قانون توشیح نمیشه، این دلایل مهمه که ولسی جرگه افغانستان این دلایل به این دلایل بپردازه و تمام موارد دلایلی که رئیس جمهور افغانستان مطرح میکنه کاملا واضح است. میگن اگر دو فرد حضور داشته باشن در یک کمیسیون حاکمیت ملی افغانستان نقض میشه و این مداخله خارجی ها در انتخابات افغانستان میدانه. ما باور میه که تا زمان ولسی جرگه افغانستان روی ازی زیاد جدی بحث کرده نمیتونه که از نگاه قانونی این قانون توسط ولسی جرگه افغانستان به تصویب رسیده بنان فرستاده شده به مشران جرگه. تا وقتی که مکتوب رسمی مبنی بر اختلاف نظر میان اعضای ولسی جرگه و مشران جرگه به وجود نبیه، بنان هر گونه تحلیلی که از آدرس مجلس نمایندگان صورت میگیره در حقیقت بیشتر حدس و گمان ها خواهد بود تا واقعیت. از آدرس رئیس جمهور افغانستان هم عین موضعه. تا وقتی که قانون پیش رئیس جمهور افغانستان نرفته و
تا وقتی که رئیس جمهور افغانستان دیدگاه واضح خود بار دلایل رد نکرده، تا او زمان تمامی آنچه که صورت میگیره حتی توسط سخنگویان رسمی رئیس جمهور در حقیقت مبنای تحلیل و بحث دوباره مجلس شده نمیتونه. رئیس جمهور افغانستان در نشست‌های اخیر خود مطرح کردن کاملا نشانگر ازی بود که قانونی را که شما تصویب کردین توشیه نمیکنه. قانون اساسی افغانستان رای حل دو سوم مجلس نمایندگان را در صورتی که معلوم دار وقت قانون میره پیش رئیس جمهور افغانستان، رئیس جمهور افغانستان صلاحیت را داره که مواد قانون را مورد مطالعه قرار بده، یا توشیح کنه و یا دوباره فرستاده شوه با دلایل در قسمت رد قانون اقدام صورت بگیره، که دو حالت پیش روی رئیس جمهور افغانستان قرار داره و صلاحیت قانونی رئیس جمهور افغانستان. آقای مرسیال بسیار کوتاه اگر اشاره کنین که آیا واقعا در این مورد رئیس جمهور افغانستان به خاطر حاکمیت ملی افغانستان فکر میکنه؟ ما یک جمله قبلا میخوایم بگویم، چیزی را که ولسی جرگه افغانستان با ملاحظات نظریات احزاب سیاسی و جامعه مدنی در قانون صلاحیت ها یک کمیسیون شکایت انتخابات گنجانیدن، او به خاطر ازی است که یک، ما دیدیم که در انتخابات گذشته تقلب و تخلف وجود داشت، از او باید ناظرین بین‌المللی نظارت بکنن. دو، ما تمام توافقات را که با کشورهای بیرون انجام دادیم، اما رئیس جمهور افغانستان را مطرح میکنه که نظارت با عضو بودن متفاوت است. با عضویت گفتیم، ما کمیسیون ولسی جرگه افغانستان عضویتشان را تصویب کرد. حالا زمانی که دو فرد در این کمیسیون شامل میشن، اینا نظارت میکنن یا عضو میشن؟ اینا عضو کمیسیون هستند، تنها ناظر نیستن، اینا ناظر نیست بلکه عضو کمیسیون است در پالوی جنتری که افغان هستند. حالا نگرانی رئیس جمهور هم دقیقاً در همین جا است. بران ما میگیم برای ما ای دو آزوه چی کده میتانه؟ وقتی که اینا حضور داشته باشه، ای به تمام تعهدات کشورهایی که ما با اونا توافقات استراتژیک انجام دادیم کمک میرسانه که در او توافقات دو جانبه از ما خواسته شده که انتخابات شفاف داشته باشیم. ای برای از اونا یک شاهد است که اعراب کنه که بله انتخابات شفاف داشتیم یا نداشتیم. اگر موضوع حاکمیت ملی در یک جمله باشه، ما ده ها مسائل دیگه داریم که حاکمیت ملی افغانستان مطرح شده. فقط یک دقیقه، آیا واقعا شما فکر میکنین که رئیس جمهور افغانستان در پای عزیز که حاکمیت ملی افغانستان نقص نشه؟ ولی من فکر میکنم اگر تنها دلیل باشه، ای خود در انتخابات گذشته ما دوز داشتیم. منتها یک مسئله است که تنها کلمه خارجی نیست، این نماینده های سازمان ملل متحد است، نهادی که به اساس منشور از این حکومت فعلی تشکیل شده و خودش انتخابات حمایت میکنه، تمویل میکنه. ولی اگر دولت ای تو دلیل میاره که این نقض حاکمیت ملی است، بنانی را باید در تمام عرصه ها تطبیق کنه و بالاخره بقیه قانون تصویب کنه. قانون زیر بحث سناس، میتونن که مادر لغو کنن ولی بقیه قانون تصویب کنن که بسیار شرایط بسیار تشکر از حضورتان در این بحث و همچنان از شما بیندو عزیز تا برنامه دیگر و فرصت دیگر. شب خوش، خدا نگهدار.